Ben umarım. Bo. فیلم ادوم ولی تازه 13 نفر از دوستاتون تشریف فرما شدن. ما صبر میکنیم تا بقیه هم تشریف بیارن، چون فیلممون فیلم آموزشی علومه و خیلی مهمه. قراره رادین جان صحبت تو بگو، زنگ قبلی داشتی میگفتی پسرم. بفرمایید پسرم. خوبی رادین؟ آنو من تازه اومدم تو کلاس. سلام. سلام عزیزم، منم تازه اومدم، رام نمیدادن به زور، دیگه اینقدر التماس کردم منو را داد. گفتم تو رو خدا منو را بدین، الان بچه هم منتظر منه. اذانو بگن بعدا فیلمو شروع کن. ممنونم، دستشون درد نکنه، با این صدای زیباشون اذان میگن. قطعا که اذان تو زندگی دستشون رو میگیره و انشالله مشکلاتشون رو برطرف میکنه. خب میکنم تا کنم بزنم. خب میریم سراغ درس علوم. بچه بذارین من
پیام ها رو پسرم اونو کم کن. کجایی؟ بچه ها اومدن؟ بندو؟ تو زیری؟ سلام، سردمه. آره امروز یکم سرد شده پاییزه دیگه. آخه دوست دارم همش بهار باشه، دوست ندارم باد بیام. نمیشه که. چرا نمیشه؟ من دوست دارم. آخه الان پاییزه، نمیشه پاییز نباشه؟ یه کاری کنیم فقط بهار باشه. اتفاقا امروز میخواییم درباره فصل ها صحبت کنیم، بلند شو یکم جنب و جوش داشته باش تا گرم شی. آخه زود باش بندو، تنبلی نکن، همین الان راه میفتیم. یک دو سه. بندو میدونی چرا آب و هواهای مختلف وجود دارن؟ میدونی چرا گاهی لازمه لباس های خنک بپوشیم؟ گاهی لباس های گرم؟ اتون فصل ها عوض میشن دیگه. اتفاقا موضوع ما همینه. تو راجع به فصل ها چی میدونی؟ میدونم که پاییز برگا زرد میشن و میریزن، یا تابستون یا عالمه میوه هست، یا مثلا تو زمستون که میشه برف میاد تونیم بریم سرسر بازی کنیم، یا مثلا بهار که میشه درخت ها شکوفه میده، عید میشه، عیدی میگیری، نارو میگیری. درست میگی، ولی فرق مهم علمیشونو نگو. فرق مهم علمیشونو نگو. باشه، با این دفعه سختیه بگیم. عجیبه، هنوز نمیدونم. چرا؟ مثلا بین زمستون و تابستون یه فرق بزرگ هست، تو میدونی چیه؟ خب فرقش اینه که تابستون ها بچه ها آبتنی میکنن. خب چرا زمستون ها آبتنی نمیکنه؟ خب چون سرده دیگه. بله درسته، مهمترین فرق فصل ها هم همین تفاوت دما. آها فهمیدم های مرجی، اینکه زمستون سرده، پاییز یکم سرده، تابستون گرمه، بهارم یکم گرمه. یعنی به خاطر گرمی هواست که تابستون درخت ها میوه میدن، بعد که سردتر میشه پاییز برگا میریزه، بعد زمستون برف میاد چون خیلی سرد میشه، بعد گرم میشه درخت ها شکوفه میزنن. میدونستن؟ آره این یه دلیلشه، اما دلایل دیگه هم داره که بعدم میفهمیم. خب حالا دلیل این تفاوت دما تو فصلا چیه؟ یا یه آزمایش انجام بدیم. 5 4 3 2 1. رو دماسنج یک اندازه و از یک جنس انتخاب میکنیم. میبینیم که دماسنجا دمای یکسانی رو نشون میده. حالا یکی از دماسنجا رو به صورت افقی و اون یکی رو تقریبا به صورت عمودی قرار. چرا؟ متوجه میشی؟ صبر کن. چش.
یه چراغ مطالعه رو روشن میکنیم و میذاریم نورش به دماسنج ها بتابه. همونطور که میبینیم نور به یکی از دماسنج ها به صورت مستقیم و به اون یکی به صورت مایل میتابه. حالا میبینیم که یکی از دماسنج ها دمای بیشتری رو نشون میده. بندو، به نظرت کدوم دماسنج دمای بیشتری رو نشون میده؟ اونی که مستقیم رو به چراغ مطالعه بود. درسته. کجا رفتی؟ میرم تو دفتر یادداشتم چیزایی که تا حالا فهمیدم و بنویسم. آفرین فندو. بچه ها شما هم یادداشت کردن یادتون نره. زمین هم مثل اون دماسنج. اگه خورشید بهش مستقیم بتابه گرم‌تره و اگر مایل بهش بتابه گرمای کمتری رو دریافت میکنه. آخه چرا خورشید مایل بتابه؟ نگاه کن فندو. همونطور که میدونی زمین دور خورشید میچرخه. خب اول اینو ببین، این نقطه چه اتفاقی براش میفته؟ هیچی، خورشید مستقیم بهش میتابه. بله، برای همین اینجا همیشه زمین گرم. بله، توی این قسمت از زمین آب و هوا تقریبا ثابته و تغییر نمیکنه. انگار همیشه تابستون. آخ جون، فکر کنم تو اینجا رو خیلی دوست داشته باشی. آره، معلومه، چون حیوانایی مثل توتیا خونه اصلیشون اینجاست. حالا درباره این نقطه ها بگو. خب اینجا مایل میتابه بکنم. بله، اینجاها همیشه خورشید مایل میتابه و بنابراین هوا هم همیشه سرد. آبها همیشه یخ زده است و توی این شرایط آب و هوایی حیوانای خاصی زندگی میکنن. مثلا مثل پنگوئن. چقدر اینا خوشگل با نمکن ها. حس قطبی. حالا این نقطه از زمین رو در نظر بگیر. وقتی اینجاییم خورشید نه کاملا مستقیم میتابه و نه کاملا مایل. هوای این منطقه مثل آب و هوای کشور خودمونه، یعنی نه گرمه و نه سرد. بله، عالیه. در ضمن باید بدونیم که محور چرخش زمین به دور خودش کجه. کج بودن محور زمین باعث میشه که نیمی از سال نور به یکی از نیمکره ها راست‌تر از اون یکی بتابه. مثلا در اینجا خورشید به نیمکره جنوبی راست‌تر از نیمکره شمالی میتابه. وای چقدر جالب. نکن هر جای کره زمین یک جور. آره. و حالا در این وضعیت خورشید به نیمکره شمالی راست‌تر از نیمکره جنوبی میتابه. وقتی زمین دور خورشید میچرخه زاویه نور خورشید عوض میشه. زمین میچرخه بعد روز میشه، شب میشه، سرد میشه، گرم میشه. حالا فهمیدم. الان خورشید داره مایل میتابه با زمین درستونه. درسته. واسه همین باد میاد. نه، ممکنه تو تابستونم باد بیاد. مگه نه؟ آره، ولی باد چجوری به وجود میاد؟ تو چی فکر میکنی؟ باد یعنی نمیدونم. به تصاویر بعدی توجه کن. از جابجا شدن هوای گرم و سرد باد به وجود میاد. وقتی که هوا گرم میشه به طرف بالا حرکت میکنه و هوای سرد جانشین اون میشه. به این ترتیب هوا جریان پیدا میکنه و باد به وجود میاد. بندو، باد چه کار میکنه؟ درخت ها رو تکون میده. لباس ها رو هم تکون میده. گاهی وقتا هم زور بیشتری داره. آره، این قایقه را میبره. درسته. بیا با دستامون و با کتابامون باد درست کنیم. باد درست کنیم؟ آره، یه باد کوچولو. آخ جو، یه باد بادکیه. برو بلا برو بلا فوت بکنیم هم باده. میشه گفت. آخه باد یعنی جا به جایی هوا. آها.
گاهی وقتا این جا به جایی هوا خیلی آرومه. آره باد میتونه یه چیزایی رو جا به جا کنه. بله بادای کوچولو چیزای کوچولو رو جا به جا میکنن و بادای قوی هم چیزای گنده رو. اینجا داره خاک میاد گاهی وقتا هم باد میتونه خرابی به وجود بیاره. آره باد موجای دریا رو حرکت میده، درخت رو میشکنه. چه موجایی بچه ها رو کنم وزه وزه علاب میبرد دا. باد میتونه ابرا رو جا به جا کنه. میگم پس باد خیلی خوبه. بله خیلی کمک های دیگه هم به همون میکنه. تو میدونی اینا چی هست؟ با اینا گندم مارد میکنه؟ نه الان با استفاده از نیروی باد برق درست میکنه. میدونستم باد خیلی کارا واسمو میکنه. درسته باد حرکت زمین و چرخش منظم فصل ها همه نعمت هایی که خدا در اختیارمون قرار داده. ما باید بشناسیمشون تا بتونیم با استفاده از این نعمت ها شکرگزار خدا باشیم. باید قدر طبیعت رو بدونیم. بله همینطور باید متوجه مشکلات و خطرهاش باشیم و با آگاهی جلوی خسارت ها رو بگیریم. بله موافقم. چی شد فندو؟ چرا رفتی تو فکر؟ داشتم فکر میکردم اگه همش بهار بود پس برف نمیدیدیم، برقای پاییزی نمیدیدیم اصلا، همه بدتر این همه میوه. پس خوشحالی که فصلهای مختلف وجود داره. بله درسته حق با شماست. بچه خداحافظ فعلا با اجازتون. کجا داری میری؟ دارم میرم باد بادک بازی. یک چایی هم میوه پاییز دلم خواسته. ای شکمو چی کنیه؟ خداحافظ بچه ها. خداحافظ. بیا بیا تا هم مقای بیا بیا رو نمیشه. خب پسرای من، این آقای فندق ناقلا درسته یک پرنده است ولی صدا داریم بچه ها؟ صدا داریم؟ خب چون من سر پخش فیلم هنسفیلم رو قطع کردم یه لحظه اول صدا نداشتم. بعد این آقای فندق میاد به ما کلی درسای جدید و خوب و مفید بهمون میده. بچه اتفاقهایی که دورو بر ما میفته مثل همین روز و شب عادی. ما فکر میکنیم واقعا یه اتفاق خیلی عادیه که خیلی راحت میفته و چیز عجیبی نیست. اما موقعی که مثلا علوم چیه؟ علوم جمع علم. ببینید اگر علوم وشو بردارین میشه علم. جمع علم مثل اینکه میگی مدادها، دفترها. علمم جمعش میشه علوم. علمها علوم. اینم همونه. اتفاقی که دور و بر ما میفته. خب؟ خوبه بچه‌ها؟ کدوم بهتره؟ مثل مدرسه موش ها نشدم کپل چطوره؟
خوبه؟ موش شدم دقیقا حسومون. یه پسر داشتم، پسر بزرگم که الان 20 سالشه، کوچولو که بود میگفتم سینا موش شد، اینطوری که موش میشد. خب اینو گفتم که یه ذره خستگیمون در بره. در مورد علم های دور و برمون داریم صحبت میکنیم. ما فکر میکنیم هر اتفاقی که میفته خیلی ساده است، ولی موقعی که میریم یاد میگیریم وارد، البته شما کلاس اول یه چیزی یاد گرفتید، کلاس دوم یه چیز دیگه، کلاس سوم یه چیز دیگه، یاد که میگیریم چقدر اتفاقای جالبی داره دور و برمون میفته. یکی مثل همین کره زمین که به دور خودش میچرخید، روز و شب به وجود میومد. الان من سوال میکنم، ما میخواییم در مورد فیلم فندق صحبت کنیم. سید امیر حسین، از فیلم فندق چی دستت اومد؟ چی متوجه شدی از فیلم فندق؟ به من بگو. سلام خانم. سلام عزیزم. به من بگو از فیلم فندق چی متوجه شدی؟ ببخشید یه چیزی بگم. بگو پسر. خانم من نمیتونستم فیلم فندق رو ببینم. چرا؟ اینترنت هم قطع شده بود. اشکال نداره، دوباره میفرستم تو گروه ببینین. خب تاها، تاها جان بیا پیش من. الان تاها اومد پیش من. خب تاها جان، از فیلم فندق چی متوجه شدی؟ فهمیدم که برای بهار و تابستان لباسای شرق بپوشیم. امیر حسین، بعد پاییز و زمستان و لباسای درم بپوشیم. بعدن این باد میتونه همه چی رو تکون بده. بعدن مرسی، مرسی پسرم. بگو بادای بزرگ چی؟ بادای بزرگ میتونن که همه جا رو خراب کنن. بعد که بهشون میگیم چی؟ به باد بزرگ چی میگیم؟ به باد بزرگ میگیم توفان. مرسی پسرم، مرسی، خیلی عالی بود. خب رادین، تو رو نگم اماد. اماد اتفاقا الان صداتو فعال میکنه. سلام. خب رادین جان چی متوجه شدی؟ سلام. فهمیدم که تابستونا آفتنی میکنیم زمستونا، برای اینکه سرد آب و یخ زده اگر بریم تو آب هم مریض میشیم، هم شاید یه مریضی بد بگیریم. بعد توفان مثلا میتونه همه، خود آدم هم میتونه تکون بده توفان. آها، همه رو تکون میده، کشتیر هم تکون میده. آره. مرسی پسرم. نسیم هم که بلکه ذره باد مثلا خونک میکنه. آها مرسی. خب پسرهایی که از صبح من اصلا صداشون رو فعال نکردم، علی معینی، سلام علی. خوبی علی؟ خوبم. علی جان فیلم رو دیدی؟ دیدم. چی متوجه شدی از فیلم؟ اینکه تو تابستون باید لباس خنک بپوشیم، تو زمستون باید لباس گرم بپوشیم. بله مرسی علی. و بادای بزرگم بادای بزرگم که چیزا را خراب میکنن. مرسی. بهتون هم میگن توفان. آفرین. آقای پویان، پویان کوشی،
پویان. خب پویان بی بغلم. خب سال چجوری به وجود میاد پویان؟ از تو فیلم فندق یاد گرفتی سال چجوری به وجود میاد؟ سال چجوری به وجود میاد؟ بله سال مثلا یه فصلی تموم میشه میده سال بعدی. خب پویان روز و شب چجوری به وجود میاد؟ رایان فعال میکنم اسماتونو دارم. روز و شب چرخیدن زمین به دور خورشید روز و شب میگه به دور خودش. خودش به دور خودش. مرسی رایان. خب رایان موقعی که زمین رو باز فعال کنی نشد کوشی. آها خب رایان موقعی که زمین به دور خودش میچرخه خوبی رایان؟ بله. موقعی که زمین به دور خودش میچرخه روز و شب به وجود میاد. بله. سال چجوری به وجود میاد؟ چهار فصل چجوری به وجود میاد؟ باشه اماد میذارم. زمین دور خورشید میچرخه. آفرین آفرین آفرین. هر موقع زمین دور خورشید به چرخه سال به وجود میاد. دور خودش میچرخه، دور خورشید هم میچرخه که 24 ساعت. اگر دور سال با هم ببینید الان زمین داره دور، البته الان فیلم آموزشی که خودم مدرسه فیلم برداری کرده فردا میذارم بهتر متوجه این موضوع میشین. من همیشه اعتقاد دارم فیلم فندق رو بذارم شما یه چیزایی دستتون بیاد تو ذهنتون به چالش بیافتین و فردا تدریس رو شروع. دو بار دیدیم اون فیلم آموزشی رو. آها مرسی مرسی پسرم جانم. پسرم رایان صدات قطع شد. بذار جونم عزیزم. میخواستم بگم حالا من زنگ دوم که شعر ستاره رو نخوندم الان واسه تون بخونم. الان علوم داریم. ببین الان من اسم دارم رایان. بچه هایی که ستاره رو خوندن علامت زدم. از روزی 5-6 نفر میپرسم خب که وقت کلاسمونم گرفته نشه. خب امیر صدر سلام. سلام امیر صدر. سلام خانم. خوبی؟ بله. خب از فیلم چی متوجه شده؟ اینکه به باده کوچیک که میاد اونا هم باده یعنی که ما رو خنک میکنن، ولی وقتی باده بزرگی میاد باعث یه فاجعه بزرگ میشه. دوربینتو بزن ببینمت. خب اسم بادهای بزرگ چیه؟ خوبی؟ بله طوفان. طوفان چه ضررهایی میتونه داشته باشه این طوفان؟ خیلی ضررهای بزرگی میتونه، بعضی کشتی ها رو بشکنه، خونه ها رو خراب کنه. بله مرسی آفرین. خیلی خوبه که خیلی خوب به فیلم نگاه کردین. مانی سلام. کامیار برای شعر میگی؟ برای شعر امروز طه، مهیار، رادین، سید امیر حسین، روزبه، محمد حسین و مهراد نقوی شعر رو خوندن. چند نفر شدن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 نفر امروز شعر رو خوندن. از فیلم فندق چی متوجه شدی پسرم؟ مثلا سال چجوری به وجود میاد؟ یه دور خورشید میچرخه. سال میچرخه زمین. آفرین زمین دور خورشید میچرخه و سال. میدونی سال چند روزه؟ من یه چیزی یاد گرفتم که یه جای زمین انقدر سرده تو پنگوان هم زندگی میکنه.
ارس قطبی هم زندگی میکنه. آفرین. همه چیز یخه، برف و یخه، همیشه یخه. آفرین. قطب بهش میگن قطب. یه جام داریم جنوب اسمش، همه جاش گرمه. آفرین، چه چیز خوبی گفتی، مرسی. بچه این که هر کدومتون یه چیزی میگین خیلی خوبه. خب مهیار، سلام. سلام، خوبی مهیار؟ خب پسرم بگو چی حرفیم دستت اومد. چی حرفیم؟ سال چجوری به وجود میاد؟ سال زمین دور خودش میچرخه، خورشید دور خودش میچرخه، روز و شب میشه. زمین دور خورشید میچرخه، باعث دور خورشید میچرخه و یک سال به وجود میاد. ما چند تا فصل داریم مهیار؟ چهار تا. نام ببر. پاییز. به ترتیب بگو. کی عید میشه؟ کی عید میشه؟ بهار. بعد گرم، کی گرم میشه که تعطیلی؟ تابستون. بعد کی میای مدرسه؟ پاییز. بعد کی سرد میشه، برف میاد؟ زمستون. زمستان. آفرین، خیلی خوب، مرسی. بعد آقای مانی، خوبی مانی؟ خوبی؟ بله. خوب مانی جان، بفرم. سر فیلم من قطع بودم، نتوستم فیلم. بودی؟ ای وای، فیلمو میذارم تو گروه ببینین. خب باش میذارم براتون تو گروه ببینین، چون فیلم خوبیه، فندق فیلم آموزشیه. کامیار، کامیار خوبی؟ چه خبر؟ سلام خانم. سلام، خوبی؟ سلام، خوبی؟ خب سلامتی، خیلی خبر خوبیه. سلامتی، خیلی خبر خوبیه. خب بگو پسرم، چی متوجه شدی؟ چی متوجه شدی؟ من متوجه شدم که بادای زیاد میتونه مشکل سازم باشه. بله. چه مشکلاتی به وجود میاره؟ چه مشکلاتی به وجود میاره؟ میتونم به آفرین، مرسی. امیر رضا، پسرم امیر رضا، خوبی؟ بله. امیر رضا سلام پسرم، خوبی؟ بله. خب امیر رضا چه خبره؟ خبر سلامتی. خب بهترین خبر سلامتیه. الان تو موقعیت کرونا متوجه شدیم که بهترین خبر سلامتیه. خب از آقای فندق چی یاد گرفتی؟ آقای یا خانم این فندق؟ من فکر میکنم مثل خودتون کلاس، من فکر میکنم مثل خودتون کلاس دومه. خب چی یاد گرفتی؟ یاد گرفتم حرف از یه ویژگی داره. بله. کی مثلا؟ توی بهار خب درخت ها شکوفه میدن، توی تابستون درخت ها میوه میدن، توی پاییز برگای درخت ها میریزن، توی زمستون حرف میاد. بله آفرین. و هر فصل باید لباس های مناسب خودمونو بپوشیم. مرسی. از باد چه استفاده هایی میکنیم؟
تو فیلم نگفته بود؟ نه. بذار الان در موردش صحبت میکنیم. خب آقای آرشا، بعد آرشا پرهام. آرشا سلام. سلام، خوبی؟ چقدر خوشحالم میبینم. تازه داری اشاره میکنی میگی برو. خب آرشا انفاد چه صداهایی میکنی؟ از باد. اصلا کاری به فیلم صندوق نداشته باشه. خودت بگو تو زندگیتون از باد چه استفاده میکنی؟ از گرم کردن، سرد کردن خودمون، خنک کردن. ببین الان بچه ها ببینیم. آرشا یه دفعه بکن. بچه ها ببینیم. من الان خودم رو باد میزنم. چیکار میکنم؟ باد چجوری به وجود میاد بچه ها؟ هوای گرم میره، هوای سرد میاد. بچه ها از جا به جا شدن هوای سرد و گرم باد به وجود میاد. خب آرشا حالا به بود رسته تنهایی میکنیم از با. خونه کردن. بله. تو فیلم گفت کشتی های بادبانی حرکت میکنن. بعدش رباطمون رو خوش کنیم. بعدش یک کنم آب رو تفاریم با باد. آب رو تکون میده، برق تولید میکنیم و برای آسیاب‌های آبادی هم که یعنی برای در واقع آسیاب گندم ها باد استفاده میشه. خب مرسی. دیگه آقای آروین گل محمدی سلام. سلام آروین. سلام خانوم. سلام، خوبی؟ بله. بله سلام، تو طبیعتم نشستی و داری درس میخونی، خوش با حاله. کجایی شما؟ بله. صدا میشنوی؟ مشخص شما. خب فیلم رو دیدی؟ بله. خب چی یاد گرفتی از فیلم؟ یاد گرفتم که مثلا هر وقت باد میاد مثلا میتونه مثلا کشتی رو سریع، مثلا اگر طوفان شد میتونه کشتی رو آب تکون بده، کشتی مثلا بر اون طرف دریا. بعد مثلا شاید مگه یکم یعنی همه سوال باست داده باشه، بعد یه حرفای باد میخوره مثلا شاید بیفته تو آب. بعض موقع مثلا بادا سنگین میشه آدم نمیتونه. بله مرسی. مثل طوفان میشه و درختار رو میکنه، خونه ها رو خراب میکنه. مرسی پسرم، متشکرم. خب دیگه پرهام جانم فیلمو دیدی؟ بله. فیلمو دیدی؟ بله ولی نصف. خب چی متوجه شدی از فیلم آقای فندق؟ همون چیزی که دیدی چی متوجه شدی؟ اصلا در مورد چی بود؟ در مورد کره زمین بود، گردش کره زمین. کلی فصل چی
بعضی از فصل‌ها چیزایی دارن که فصل قبل نداره، بعضی از فصل‌های قبل چیزی دارن که فصل جلوتری نداره. بله مرسی. بعد مثلا به بادهای آروم بعد به بادهای طوفان بزرگ میگن طوفان. اوه بعد اینکه در هر فصل یه اتفاق میفته، نه اینکه مثلا بگی آقا الان من دوست دارم همیشه فصل بهار باشه مثلا یا زمستون، چون زمستون اصلا برف بازی دیگه خوشون میاد. بعد میگم آقا من دوست دارم فقط فصل زمستون باشه. نمیشه که چون کره زمین همینطوری داره میچرخه. کره زمین که ثابت نیست، کره زمین میچرخه و فصلها به وجود میان. مرسی پدرم، خیلی چیزای خوبی گفتی پرهام. خب آقای مهراد خوبی؟ مهراد کجایی؟ خبری ازت نیست مهراد؟ بیا آقا مهراد. مهراد نتی ضعیفه. آقای محمد حسین فرهادی. محمد حسین خوب؟ محمد حسین خوبی؟ فعال شو. فعال نمیشه. روزبه خب بچه های عزیزم محمد رضا حاتمی دوست. محمد رضا سلام. سلام خانم. طوفان بزرگ بده خوبی؟ بله. دوربینتم فعال کن ببینمت. از آقای فندق چی یاد گرفتی؟ فهمیدم که وقتی تابستون چه باید چیزای گرم بپوشیم، وقتی پاییز شد و چیزای گرم بپوشیم. بله. بعد طوفان بزرگ، طوفان زیاد کشتی‌ها رو از دریا دور میکنه، میبره یه جا دیگه. بله آفرین. مرسی پسرم. مرسی. خب پسرای من در مورد فیلم فندق فکر کنید. امروز هم همونطور که میدونین به ولایت رسیدن آقا امام زمانه. دیروز پدرشون آقا امام حسن عسکری در واقع به شهادت رسیدن، که حالا در واقع حالا چند قرن پیش، و امروز شروع ولایت آقا امام زمانه. برای سلامتی آقا امام زمان یه صلوات بفرستیم و کلاس رو تموم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار. تشریف دارم تا یه رو دیگه در کانال میذارم. خدا نگهدار.